برد منچستر یونایتد در اولین بازی با سرمربی جدید. واکنش صلاح به اخبار پیوستن به بارسلونا. خوشحالم که بارسا به من علاقه دارد. بدترین خبر ممکن برای رئال، کریم بنزما به دیدار اینتر نمیرسد. وعده جدید امباپه، در تیم بزرگ بازی خواهم کرد. رئیس بودن پیش مسی دشوار هست. لیونل مسی با یک دلیل توپ طلا گرفت. با این همه ستاره این نتایج پوچیتینو را اخراج کنید. تاتنهام و منچستر یونایتد حریفانشان را در لیگ برتر شکست دادند. در ادامه دیدارهای هفته جاری لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار شد که در یک از دیدارها تاتنهام در خانه با 3 گل از صد نروژ گذشت. در این دیدار لوکاس مورا، سون کیونمین و دوینسون سانچز برای اسپرز گلزنی کردند و 3 امتیاز این دیدار نصیب تیم لندنی تاتنهام شد. در دیگر دیدار یونایتد در خانه با دیدار کریستال پالاس رفت. این اولین حضور رسمی رالف رانگنیک سرمربی جدید منچستر یونایتد روی نیمکت این تیم بود که قرار است تا پایان فصل هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد. یونایتد در اولین حضور این سرمربی آلمانی توانست با گل نیمه دوم فرت هافبک برزیلی برنده شود و 3 امتیاز را به دست بیاورد. و همچنان در حساس ترین بازی از سری آ ایتالیا، یوونتوس توانست با نتیجه 2-0 جنوا را شکست بدهد. یوونتوس در دیدار خانگی موفق شد با نتیجه 2-0 جنوا را شکست بدهد. شاگردان ماکس آلگری که در این فصل فراز و نشیب زیادی داشتند، امشب موفق شدند با گل‌های خوان گواردو و پائولو دیبالا مقابل جنوا به برتری 2-0 برسند. هواداران پاری سن ژرمن بعد دنبال تساوی تیمشان برابر لنز خوان اخراج سرمربی آرژانتینی تیمشان شدند. شب گذشته در ادامه رقابت های لیگ یک، پاری سن ژرمن در زمین لنس از شکست در آخرین لحظات فرار کرد و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. با این حال هواداران پاری سن ژرمن بعد دنبال این تساوی، موریتسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینیشان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و خواهان اخراج او شدند. این در حالی است که پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نیز در رده دوم قرار دارد و در صورت صعود به عنوان تیم دوم در مرحله حذفی با قرعه سخت روبرو خواهد شد. یکی دیگر از انتقاداتی که به این مربی 49 ساله می شود، ناکامی در هدایت و ارائه سیستم منتخبی از ستارهای جهان از جمله کیلیان امباپه، مسی و نیمار هست که در این تیم حضور دارند. ستاره هایی که تمامی تیم ها آرزوی در اختیار داشتنشان را دارند. در واقع موریتسیو پوچتینو نتوانسته است از بازیکنان مانند لیونل مسی، نیمار و کیلیان امباپه نهایت استفاده را ببرد. تمام اینها در حالی است که گفته می شود مدیران پی اس جی مذاکراتشان را با زیدان سرمربی خوشنام فرانسوی برای جانشینی پوچتینو آغاز کردند. پوچتینو نیز یک از نامزدان هدایت در منچستر یونایتد هست. البته این اتفاق بدون شک اگر هم رخ دادنی باشد در تابستان آینده انجام پذیر هست، زیرا هدایت یونایتد در حال حاضر به عهده رانگنیک آلمانی است. بیکسون لیزارازو مدافع سابق تیم ملی فرانسه معتقد است توپ طلای سال 2020 باید بر رابرت لوندوفسکی برسد. هفته گذشته مراسم اهدای جایزه توپ طلای سال 2021 در شهر پاریس برگزار شد و این لیونل مسی فوق ستاره 34 ساله و آرژانتینی بود که موفق شد برای هفتمین بار این عنوان را در دوران ورزشی خود کسب کند. البته بسیاری معتقدند این جایزه حق رابرت لوندوفسکی بود و بیکسن لیزارازو ضمن تایید این نظریه مدعی شد لیونل مسی تنها به دلیل شهرت بالاتر خود موفق شد جایزه سال 2021 را از آن خود کند. بیکسن لیزارازو گفت بی تردید لیونل مسی امسال نیز در بین 3 بازیکن برتر جهان جای داشت، اما دلیل رسیدن توپ طلا به این بازیکن در سال 2021 بیشتر شهرت و اعتبار این بازیکن بود. اگر چند شکی نیست که لیونل مسی یکی از بهترین بازیکنان این دهه بوده و نام او در کنار بازیکنان مانند پله و مارادونا خواهد بود، اما شهرت لیونل مسی در سال جاری باعث شد او بالاتر از رابرت لوندوفسکی قرار بگیرد. ستاره و بهترین گلزنی رئال مادرید به دلیل مصدومیت در دیدار مقابل سوسیداد تعویض شد. در جریان دقایق ابتدایی بازی رئال برابر سوسیداد در آناویتا در دقیقه 17 بنزما دچار مصدومیت شد و جایش را به لوکایوویچ داد. منابع خبری مدعی‌اند که ستاره رئال مادرید دچار مصدومیت عضلانی شده و به صورت قطعی دیدار سه‌شنبه شب تیمش برابر اینتر را از دست خواهد داد.
برخی دیگر نیز تایید کردند که بنزما در دیدار هفته آینده برابر اتلتیکو نیز غایب خواهد بود. وانچلوتی نیز غیبت او در دیدار مقابل اینتر را تایید کرده است. هرچند در نبودی او کارلیتو از یوویچ استفاده خواهد کرد. ستاره سرب شب گذشته نیز یک از گل‌های تیمش را به عنوان جانشین بنزما زد تا توانایی‌هایش را به سرمربی تیم نشان دهد. اما از آمار و عملکرد خوب بنزما نمی‌توان گذشت، زیرا وای با 11 گل زده بهترین گلزن تیمش و لالیگا است. قطعی غیبت انصافاتی در بازی مرگ و زندگی بارسا. ستاره جوان به مونیخ نمی رود. طبق ادعای آیس شاوی سرمربی بارسا تصمیم قطعی خود برای ریسک نکردن روی انصافاتی در بازی مقابل بایر مونیخ را گرفته است. بعد از برکناری رونالد کومان و روی کار آمدن جاوی، بارسا دربی کاتالانه را با یک گل پیروز شد. با این حال بارسا بعد از آن در یک مسابقه بسیار مهم و سرنوشت ساز در برابر بنفیکا قرار گرفت و مقابل این تیم متوقف شد. بارسا سپس در لالیگا بر رئال غلبه کرد و شب گذشته مقابل بتیس شکست خورد. حریف بعدی بایر مونیخ است. شرط برای صعود بارسلونا به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا بسیار پیچیده شده است. در واقع شاگردان ژاوی در بازی آخر خود مقابل بایر مونیخ محکوم به پیروزی هستند، چرا که با برد احتمالی بنفیکا برابر دینامو کیف حذف شده و توقف یا شکست آنها مقابل بایر مونیخ، بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا حذف خواهد شد. ژاوی بسیار امیدوار بود که بتواند در اوج معزل گلزنی تیمش از آن صفاتی استفاده کند و پیش بینی می‌شد روز جمعه به تمرینات گروهی اضافه شود، اما این اتفاق رخ نداد. فاتحی که در تساوی 3-3 برابر سلتا مصدوم شد، با نظر تیم پزشکی همچنان انفرادی تمرین می‌کند و ژاوی در نشست روز جمعه خود نیز اعتراف کرد که او مشکل بتواند به بازی مونیخ برسد. طبق ادعای سیده اضافه شدن فاتحی به تمرینات گروهی امروز نیز منتفی شده و ژاوی به قطعیت رسیده است که باید بدون فاتحی راهی مونیخ شود. کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن مده شد در ادامه مسیر در تیم بزرگ بازی خواهد کرد. کیلیان امباپه تابستان سال گذشته تلاش زیادی برای جدایی از پاریس سن ژرمن و انتقال به رئال مادرید داشت، اما در نهایت مدیران باشگاه فرانسوی مجوز این انتقال را صادر نکردند. حالا کیلیان امباپه در مصاحبه در مورد احتمال جدایی از پاریس سن ژرمن و انتقال به تیم دیگر در فصل آینده صحبت کرده است. امباپه گفت: وقتی در کنار بازیکنان مانند نیمار و لیونل مسی بازی میکنید، این که خودتان را رئیس خطاب کنید رفتار گستاخانه است. ما واقعا به این که رئیس در ترکیب تیم کدام بازیکن هست اهمیتی نمیدهیم. هدف این است که هر سه نفر در شرایط مناسب قرار داشته باشیم. احتمال جدایی از پاریس سن ژرمن تصمیم گیری آسان نیست. هر اتفاقی رخ می‌دهد، من برای یک باشگاه بزرگ بازی خواهم کرد. مردم از من می‌پرسیدند که آیا فصل قبل بابت عدم جدایی خیلی ناامید شدم؟ بله، در ابتدا شرایط این گونه بود، اما من که در دسته سوم بازی نمی‌کردم. واس در مورد دریافت توپ طلا در گذشته این گونه بودم، اما وقتی عناوین مهمی را در قالب یک تیم به دست می‌آورید، متوجه می‌شوید که این دستاورد باعث پیشرفت شما می‌شود. هر بار که فکر می‌کردم به تنهایی می‌توانم همه کار را انجام دهم، برنده نشدیم. محمد صلاح میگوید از شنیدن اینکه بارسلونا می‌خواهد او را به خدمت بگیرد خوشحال هست، اما اصرار دارد که در لیورپول بماند. شایعاتی در اسپانیا مطرح شده که ژاوی هرناندز سرمربی جدید بارسلونا دوست دارد تا محمد صلاح مهاجم 29 ساله لیورپول را به نوکان بیاورد تا با او خط حمله تیمش را تقویت نماید. اما ملی پوش مصری در حال مذاکره برای تمدید قراردادش با انفیلد هست، در حالی که قرارداد فعلی او در تابستان سال 2023 به پایان میرسد. اگر چند ستاره مصری از علاقه تیم کاتالان خوشحال هست، اما مصمم است آینده خود را به لیورپول متحد کند. او به شبکه تلویزیونی مصری MBC گفت: آنچه درباره علاقه ژاوی برای جذب من گفته شد را خواندم. این چیزی است که من را خوشحال میکند که تیمی مانند بارسلونا به من علاقه دارد، اما من در لیورپول خوشحالم و خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی میافتد. در حال حاضر ترجیح میدهم در لیگ برتر بمانم، زیرا این لیگ قوی ترین لیگ جهان هست. صلاح در این فصل برای تیم یورگن کلوب در فرم ثابتی بوده و از 20 بازی در تمامی رقابت‌ها 19 گل به ثمر رسانده و 9 پاس گل داده است. سرخ‌ها در حال حاضر تیم دوم لیگ برتر هستند و به عنوان برنده قطعی گروهی بی جایگاهشان را در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا نیز تثبیت کردند.